بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم در هر جای هستید در پناه الله متعال سبحانه و تعالی باشید. دوستان گرانقدر، جشن کریسمس در راه است و من خواستم که یک سری مسائل را به خدمت شما عزیزان عرض بکنم پیرامون جشن کریسمس، و انشاءالله امیدوارم که این حرفها دریچه‌ای باشد به سوی رسیدن به حق و حقیقت، هم برای برادران و خواهران مسلمانم و خاصتا کسانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنند و کشورهای آمریکایی زندگی میکنند و به هر حال در غرب هستند، در سرزمین ها و در کشورهایی که در اونجا مسیحیت حاکمه. امیدوارم که دریچه‌ای باشد برای رسیدن به حقیقت برای این برادران و خواهران مسلمان ما، و همچنین دریچه‌ای هم باشد برای مسیحیان، برای کسانی که با زبان ما آشنایی دارند و زبان ما را میفهمند و حقیقتاً به صورت تقلیدی به دنبال این دین تحریف شده افتادند و رفتند و کارهایی را انجام میدن که در دین مسیحیت وجود نداره. دوستان گرانقدر، اولا باید بدانید که مبدأ و شروع جشن کریسمس قبل از مسیحیت، یعنی قبل از مسیحیت دین میترائیسم یا میترائیستها که به اصطلاح میشه گفت با آنها همان کسانی که مهرپرستند، مهرپرستها، میترائیسم یعنی مهرپرستی، و اینها در حقیقت خدایی دارند که آن را میپرستند و معبودی دارند آن را میپرستند و جزء از ادیان تحریف شده، جزء از ادیان در حقیقت غیر سماوی هست و ادیان وثنی و شرکی هست. و متاسفانه این اولین بار، یعنی جشن اینها میگیرند، میترائیست ها جشن میگیرند و به اصطلاح از زاد و روز میترا، از زاد و روز میترا که از ایام 25 دسامبر شروع میشه الى انتها، ایدی میگیرند و جشن میگیرند به اصطلاح و خوشحالند و جشن و شادی و سرور دارند قبل از میلاد، یعنی قبل از میلاد عیسی مسیح علیه السلام. و متاسفانه همین جشن و همین دیدگاه وقتی که مسیحیت در روم یا در یونان به اصطلاح رشد میکنه و در نزد اونها، به خاطری که مثلا اولین کس میگن که پاپ جولیوس اول بوده، اولین کسی که این دیدگاه را گذاشت، یعنی در قرن چهارم، یعنی شما در قرن اول، در سده اول، در سده دوم، در سده سوم از جشن کریسمس در میان مسیحیت هیچ به اصطلاح بگین هیچ اثری نمیبینید، هیچ اثری نمیبینید، و اولین اثر آن در قرن چهارم پدید میآید. پاپ جولیوس اول که از کاتولیک هاست به اصطلاح این را به وجود میاره و به خاطر دلخوشی رومی ها، چون اونها همین 25 دسامبر را به اصطلاح برای خودشان جشن داشتند، ولی به خاطر دلخوشی اونها که اینها برگردن و بیایند به سوی مسیحیت، مسیحیت تنازل میکنه و میره به سمت اونها و این جشن را از اونجا فرا میگیره و به دروغ نسبت داده میشه که عیسی مسیح علیه السلام در این روز متولد شده، در این زمان متولد شده. این یک دروغ محض دوستان عزیزم. عیسی مسیح علیه السلام در 25 دسامبر متولد نشده، اصلا یک دروغ محض که متاسفانه اینها به خاطر اینکه میترائیست ها را به اصطلاح خوشحال بکنند خودشان را در داخل اونها زدند و به اصطلاح جشن اونها را گرفتند و دزدی کردند و بعد آن را نسبت دادند به عیسی مسیح علیه السلام. و دین مسیحیت، من این را یعنی با جرأت میتوانم بگم و در برنامه های متعدد و مختلف این حرف را زدم که دین مسیحیت متاسفانه، دین مسیحیت امروزی برگرفته شده بیشتر از یونانی هاست، بیشتر از مشرکینه، بیشتر از کسانی که قبل از عیسی مسیح علیه السلام مشرک بودن و به هیچ دینی باور نداشتن، یعنی به هیچ دینی باور نداشتن و خودشان یک خدای برای خود ساختند و یک معبودی برای خود ساختند و یک ادیان وثنی به اصطلاح، ادیان
شرکی، ادیانی که سماوی نیست، ابراهیمی نیست. خب متاسفانه از اونجا برگرفته شده. این رو من با جرأت میتونم بگم، مثل قضیه تسلیس، قضیه سلب، قضیه فدا، خیلی دیگه از مسائلی که متاسفانه در این دین جای گرفته، با عرض تاسف برگرفته از ادیان گذشته هست که به همین ترتیب مثل پاپ جولیوس اول به اصطلاح یک دروغهایی را ساختند و به عیسی مسیح نسبت دادند. و شما اگر درست تاریخ اینها را مطالعه کنید، بیشترین تحریف ها در قرن چهارم یا در سده چهارم به وجود آمده. اولین کنفرانسی که به اصطلاح برای تحریف دین مسیحیت گذاشته شد در سال 325، مشخص معروفه. کسانی که مطالعه دارن در تاریخ مسیحیت قضایا رو میفهمن و در بحث ادیان مطالعه دارن این قضایا رو میفهمن. خب حالا من نمیخوام که این بحث را باز بکنم. دوستان، میترا خدای نور و روشنیه و این میترایست ها 25 دسامبر را جشن می گرفتند و به اصطلاح برای این که تولد خدایشانه، تولد معبودشانه به اصطلاح. ولی مسیحیت آمد این را دزدید و خودش جای زد و بعدن شد تولد عیسی مسیح علیه السلام. یقینا این کتاب مقدس دوستان عزیزم در اناجیل چهارگانه، در اناجیل چهارگانه از انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا چیزی ما در این باب نمیبینیم که صراحت داشته باشه. اصلا در عهد جدید صراحتی در زمان تولد عیسی مسیح علیه السلام داشته باشه که گفته باشه عیسی مسیح علیه السلام در چه زمان متولد شده؟ یک سری تاریخ نویسان میگن که انگار عیسی مسیح علیه السلام در مارچ، در ماه مارچ یا مارس متولد شده. متوجه شدید؟ به هر حال دیدگاه های وجود داره. حالا مهم اینه که دوستان گرانقدرم، این 25 دسامبر یک دروغه و برگرفته از ادیان دیگره که در مسیحیت جا گرفته. این برای مسیحیت و این برای مسیحیان، برای جوانان مسیحی که بفهمن و به دروغ دنبال اینها نرن، هر دروغی را قبول نکنند. ولی دوستان گرانقدرم، من میخوام که به خاطری که اتمام حجت بشه بر این مردم، یک مقطعی و یک کلیپ کوتاهی ویدیویم را من پخش خواهم کرد. حالا به خاطر تایید این حرفی که بنده زدم، حتی میتونید که شما از یکی از کشیشان معروف، یکی از کشیشان آمریکایی که با زبان انگلیسی صحبت میکنه و زیرنویس عربی هم هست و کسانی که زبان انگلیسی میفهمند به خوبی صحبتش را درک خواهند کرد. همین مباحثی که من مطرح کردم به صورت خلاصه این کشیش مطرح میکنه در یکی از شبکه‌ها. من این ویدیو را به خدمت شما پخش میکنم و برای اتمام حجت خودتان بشنوید و قضاوت کنید. Okay, this is David who says, we have friends who do not celebrate Christmas because they say December 25th is really a pagan holiday. While I agree that Jesus may not have been born on December 25th, he certainly was born as described in the Bible. How do I respond to them? Well, in a sense, tell them they're right. You see, the winter solstice, a couple of days later, was the shortest day of the year, and the pagans had something called Saturnalia. And it was a time of lawlessness because all the laws were suspended. And people, a bunch of singers were actually wandered the streets naked singing. And then they had orgies, sexual orgies. It was a mass thing. Well, when the Catholic Church came along in Italy, the Romans and others didn't want to give up their holidays. So they said, okay, we'll Christianize it. So they said, okay, we'll say the birth of Jesus was the 25th of December. Then there was a monk who began to add it up. You see, if you read in Luke, it says there's a census taken when Quirinius was governor and so forth and so on. They could take those leaders and figure the exact time dating from the foundation of Rome. And that's when the dates were established. And so they get pretty close to the date. But to say it's the 25th, shepherds were out abiding in the field. It gets a little cold at night. I mean, were they out there in the middle of winter? I don't know. I've been out there in the shepherd's field on Christmas Eve. It's very nice. But it's cold. And nevertheless, I mean, what was going on? So all this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all.
And so that's good. And so we have time. We celebrate for Jesus. Everybody gets all misty-eyed. But the truth is, they're all pagan. But the birth of Jesus. But the intent of the heart is what it's about. Exactly. So we have Christianized all these things. We give gifts in the name of Jesus. We celebrate his birthday. And it's a nice thing. And so I'm very delighted. And I like Christmas. And I like. But I tell you, the best Christmas I ever spent in all of my life. My best Christmas, all of my life, was spent in Jerusalem when we had no Christmas ornaments, none of this stocking, none of this, you know, all this stuff. But on Christmas Eve, we stood in Shepherd's Field and we sang, "O Little Town of Bethlehem, how still we see thee lie." And the next day we had a service, and on Christmas Day we baptized about 50-some people in the Jordan River. That was a wonderful Christmas. Amen. All right. Okay, thanks for those questions. I hope I didn't shock you. I'm not being irreverent, but it's the way it is. So when you putting your tree up? Huh? I finally got one of those fake trees, and it's beautiful. It's already pre-lit, and you just plug those little joints in, stick it up, and plug them in, and all of a sudden you've got a riot of light. I like all the decorations. The Founders Inn is just loaded with decorations. It's very pretty. But pagan. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز، ویدیو را دیدید و مشاهده کردید که این کشیش چی میگه. به هر حال دوستان عزیز و گرانقدرم، این حرفایی بود که من درباره تاریخچه این جشن دروغینی که به عیسی مسیح علیه السلام نسبت داده شده را به خدمت شما عزیزان عرض کردم و خودتان دیدید و شنیدید. دوستان عزیز و گرانقدر، آنچه که برای من واقعا در این مقطع و در این زمان برای من مهمه و باید درباره‌اش صحبت بکنم اینه که متاسفانه برخی از برادران و خواهران و مسلمان ما متاسفانه نفهمیده در این جشن شرکت میکنن و این جشن را برای همدیگر نعوذ بالله تبریک میگن و وحشتناک. یعنی من میخوام در چند نکته به اصطلاح این قضیه را عرض بکنم. اولا برادر و خواهر مسلمانم، وقتی یک مسیحی به دروغ، حالا به دروغ میاد این جشن را به اصطلاح جشن میگیره، در حالی که یک بدعتی در دین خودشان که در سده اول، در سده دوم، در سده سوم وجود نداشته و در سده چهارم یک پاپ آمده این را به وجود آورده، حالا فرض بکنیم که این حقیقت داره و این درسته. دوستان عزیز و گرانقدرم، آیا برای یک مسلمان شایستیه که یک مسیحی که دینش تحریف شده بعد آمده میگه عیسی مسیح خداست، جشن میگیره برای خدا بودن عیسی مسیح، جشن میگیره برای تولد خدایش، و توی مسلمان با او هم نوا بشی و با او هم رنگ بشی و با او شبیه خودت رو بسازی؟ واقعا این تأسف آوره. یعنی برای یک مسلمان تأسف آوره. این جشنها جشنهای شرکیه، به خاطر اینکه در اینجا شرک ورزیده میشه. همین برگزاری خود این جشن شرکه، به خاطر اینکه شرکه که اون داره از خدای خود تجلیل میکنه، خدای دروغینی که برای خود ساخته و میگه عیسی مسیح خداست، میگه فرزند خداست. تو مسلمان چیگونه این را پیروی میکنی و چیگونه در این جشن شرکت میکنی برادر و خواهر مسلمانم؟ ثانیا الله بزرگ و متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مائده 48 میگه لکل جعلنا منکم شرعه و منهاج، برای هر کدام شما شریعت و راه روی چیه؟ شریعت و راه رویش الله متعال گذاشته. یک، حالا فرض بکنیم که در دین آنها جواز داشته و جواز داره، برای توی مسلمان چرا؟ تو برای خود شریعتی داری و تو برای خود نهج و منهج و راه و رویشی داری، تو چرا به دنبالشان میری؟ تو چرا سیاهی لشکر میشی در این جلسات؟ و همچنین الله بزرگ و متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه فرقان، الله متعال 72 سوره مبارکه فرقان میگه والذین لا یشهدون الزور، و مسلمانان کسانی هستند که و بندگان خوب پروردگار رحمان کسانی هستند که شهادت به دروغ نمیدند. اینها شهادت به دروغ نمیدند. حضور شما در این مجلس شهادت به دروغه، حضور شما در این جشن دروغین شهادت به دروغه که شما رفتید اونجا سیاهی لشکر میشید و سیاهی لشکر شدید. نمادهای شرکی که در آنجا متاسفانه برگزار میشه، گرچه در گذشته یعنی خیلی شرک و خرافات بیشتر بود، خب حالا بیشتر جهت جشن برای خودش گرفته، یعنی به این معنا که بیشتر در اونجا گناه و معصیت صورت میگیره، حتی از منظر خود
دین مسیحیت. و شما در این مجلس گناه، در این مجلس شرکالود، در این مجالسی که در اونجا گناه و معصیت و یعنی چی بگم به خدمت شما، هر رذیله‌ای که شما در اونجا در واقع تصورش رو بکنید وجود داره، یک مسلمان چگونه در همچون جای حاضر میشه و شهادت به دروغ میده، در حالی که الله بزرگ و متعال میگه که بندگان خوب الله کسانی هستند که والذین لا یشهدون الزور، کسانی هستند که اینها شهادت به دروغ نمیدن، شهادت به بیجا نمیدن، شهادت بیمورد نمیدن، شهادتی که به اصطلاح اصلا اساس نداشته باشه نمیده. یک مسلمان چون این شهادت بیجا و دروغی نمیده و این حضور یک مسلمان در اینجا در واقع شهادت به دروغه. و همچنین دوستان گرانقدر در چند جای قرآن عظیم الشان ما از مجالسی که در اونجا کفر ورزیده میشه و استهزاء با آیات پروردگار میشه منع شدیم. الله بزرگ و متعال در سوره مبارکه نساء آیه 140 میگه که و قد نزل علیکم فی الكتاب، الله فرستاد در کتاب یعنی در قرآن برای شما، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها، هرگاهی که شما شنیدید که به آیات پروردگار کفر ورزیده میشه و استهزاء به آیات پروردگار میشه، تمسخر به آیات الله میشه، همین مجلس خودش کفر به آیات اللهه که این به دروغ آمده میگه عیسی مسیح خداست، بعد برایش جشن میگیره و تو مسلمان در اونجا شرکت میکنی، در حالی که الله بزرگ میگه که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزه بها فلا تقعدوا معهم، الله میگه همراه این مردم ننشینید، در مجلس اینها شرکت نکنید، در کنار اینها ننشینید که دارن آیات پروردگار را مورد تمسخر قرار میدن و کفر میورزن به آیات پروردگار. آیه الله، آیه قرآن صریح میگه، پروردگار صریح میگه که صریح و واضح و شفاف پروردگار متعال چی میگه؟ میگه که عیسی مسیح بنده الله و رسول الله است و میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کافر شدن کسانی که گفتن عیسی مسیح همان اللهه و کافر شدن. لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و کافر شدن کسانی که به تثلیث باور دارن، کافر شدن کسانی که میگن عیسی مسیح سوم از یکی از ستا هست، یکی از ست خدا هست، نعوذ بالله. پس دوستان گرانقدرم، آیات قرآن کریم خیلی واضحه و آشکاره و حتی در ادامه الله بزرگ کسانی که در مجالسی که در اونجا کفر ورزیده میشه و استهزاء به آیات الله میشه، الله اونها را منافق معرفی میکنه، نعوذ بالله. میگه ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا، که این آیه خود نشانگر بر اینه که اگر کسی در اونجا حضور مییابه و مینشینه و کفر و استهزاء اونها را با آیات پروردگار میبینه، نعوذ بالله، این در واقع نفاق این آدمه و این انسان منافقه. و الا اینکه در مجلس چگونه در همچون جایی که شرک ورزیده میشه، در همچون جایی که به دروغ نسبت داده میشه به الله بزرگ، دروغ نسبت داده میشه به دین الله، دروغ نسبت داده میشه به پیامبر الله عیسی مسیح علیه السلام، و تو در اونجا نشسته و تماشا بکنی، نعوذ بالله. بعضی ها میگن که شما مخالف شادی هستید. عزیز من، کی مخالف شادیه؟ تمام سال شاد باش، اما چرا در اینجا سیاهی لشکر میشی و اینجا تقاضا داره که باید شاد باشی؟ من تعجب میکنم، والله تعجب میکنم بر این مردم که هرگاه ما جشنها و محافل و محافل دروغینی که آنها با آن باور دارند و با آن اعتقاد دارند رد میکنیم، این شبهه را مطرح میکنند که شما مخالف شادی هستید. کی گفته ما مخالف شادی هستیم؟ مگر شادی به این معناست که تو باید سیاهی لشکر به هر مشرک و به هر کافر بشی؟ سیاهی لشکر به هر انسانی بشی که ضد دین و ضد اسلام و به دروغ اعیاد گذشتگان را، اعیاد گذشتگان را، جشنهای گذشته را آمده برای تو تعلیم میده و تو از آنها پیروی میکنی و بعد میگی که من میخواهم شاد باشم؟ عزیز من، شاد باشم، اما چرا به نام کریسمس، اما چرا به نام نوروز، اما چرا به نام یلدا، اما چرا به نام این و به نام اون؟ چرا عزیز من؟ سوال اینجاست که چرا شما دارید شادی را منحصر میکنید در این روزها؟ چرا شادی را منحصر میکنید در اینها؟ اگر واقعا سنگ و ریگی در کفش ندارید، اگر واقعا شما معتقد نیستید، نعوذ بالله، به این اعیاد مشرکانه و به این جشنهای مشرکانه و ضد اسلام که اساس اینها یا زرتشتیت یا میترائیسم یا هم ادیان دیگری مثل مسیحیت منحرف شده که میآید میگه صریحا عیسی مسیح پسر خداست و برای پسر خدا و برای خدای خود داره جشن میگیره و توی مسلمان در اونجا شرکت میکنی، بعد میگی میخواهم شاد باشم و شما مخالف شادی من هستید؟ عجیبه والله، انسان تعجب میکنه بر این مردم.
به هر ترتیب دوستان عزیز و گرانقدرم، تاریخچه آن را دانستید که اساساً یک دروغه، به اعتراف خودشان و به اعتراف و اذعان تاریخ، تاریخ را که نمیشه حذف کرد. برید خودتان مطالعه کنید ببینید که اساس این جشن کریسمس آیا میترائیستی هست یا نه، آیا اساسش در دین میترائیسم هست یا نه. یک دینی که کاملا، یعنی چی بگم به خدمت شما، دین رومی ها قبل از اینکه مسیحیت در اونجا بره. خب بعد متاسفانه مسیحیت هر جا گرفته متأثر شده، یک بدعتی از اونجا گرفته، یک بدعتی از اونجا، سرانجام این دین سراسر منحرف شده و متاسفانه به یک سمت و سوی دیگری روانه. حتی در میان خود مسیحیت میگه که این ثابت نیست. مسیحیان با انصاف و معتدل مثل این کشیشی که به خدمت شما پخشش کردم دیدید که اعتراف میکنه، خودش صراحتا اعتراف میکنه، می قبول نداره این را، میگه اصلا اساسا این از ادیان دیگری گرفته شده، از مشرکین گرفته شده، از بت پرستها گرفته شده. خب خودش این گونه میگه، ولی یک مسلمان نعوذ بالله به کاسه داغتر از آش بشه و سینه‌اش را سپر بکنه در برابر اینها. دوستان من میخوام یک نکته دیگه عرض بکنم. دیروز بود یا به هر حال دو روز قبل یکی از اسلام ستیزان را دیدم که برنامه گذاشته بود، نوشته کرده بود خدای مهر، خدای مهر. من به یک نکته متوجه شدم و آن عبارت از اینه که میترائیسم یعنی مهر پرستی، میترائیسم یعنی مهر پرستی. و این آدم که پشت سرش این اسلام ستیزی که در لباس مسلمان خودش را جای زده نوشته خدای مهر، فکر میکنم که نوع ارتباطی با این میترائیسم و با این آمدن جشن کریسمس دقیقا در این وقت و در این زمان و تولد به اصطلاح میترائیست ها که در 25 دسامبر خدایشان میترا متولد شده، من فکر میکنم نوعی ارتباطی وجود داره. دوستان عزیز و گرانقدرم، به هر صورت من این نکته را عرض کردم که متوجه باشید برادران و خواهران و مسلمانم، روی این نقاط، روی این موضوعات و روی یک سری پوشیدگی ها و پنهانکاری هایی که متاسفانه بر علیه امت اسلامی صورت میگیره. به هر صورت دوستان عزیز و گرانقدرم، از این بیشتر وقت شما عزیزان را نمیگیرم. الله بزرگ و متعال شما را در حفظ و پناه خود داشته باشه. تا دیدار بعد و برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.